اول تشکر میکنم از ترتیب نشست که کشور فدراتیو روسیه در راستای تامین امنیت و آوردن صلح در افغانستان، حال که میبینیم در پی آوردن صلح و ثبات واقعی در افغانستان هستند، خیلی تشکر میکنم. نشست گذشته ما تبعات مثبت بیشتر داشت و انعکاسات مطبوعاتی در جامعه و چه در جامعه داخلی ما و بین المللی واقعا یک انعکاس خوب در جهت امیدوار کردن مردم ما که دسترسی به صلح پیدا بکنن زیاد نقش داشت. و این نشست که به منظور روابط 100 سالگی دیپلماتیک افغانستان و روسیه ترتیب شده و در حاشیه‌اش و در کنارش در جهت دسترسی افغانستان و افغانای فقیر و رنج دیده و جنگ دیده به صلح و ثبات پایدار نشستای صورت خود گرفت، تفاهم خاص صورت خود گرفت. انشاءالله امیدوار هستیم که هم در خور ستایش است. یک بار دیگه بازم از روسیه تشکر میکنم. دوستی افغانستان و روسیه خوب است که دو سه کلمه در رابطه تو بگیرم. 250 سال قبل برمیگردم، از زمان احمد شاه بابای عبدالی و در زمان عبدالرحمن خان که توسط ابرقدرت ها سیاست به نام بازی بزرگ شکل گرفت، این روابط یک نفس تازه دیگری به خود اختیار کرد. اما بعد از اونها با حفظ بی‌طرفی توسط امیر حبیب الله در جنگ جهانی، باز هم افغانستان تانست که یک روش و رابط خوبی را در بین کشورهای استعمارگری همون وقت البته بازی بکنم. و همچنان زمان شاه امان الله خان اولین امضای روابط تامین روابط دیپلماتیک در 1919 و امضای این روابط در 1921 یک صفحه نوی را در روابط افغانستان و روسیه باز کردند. ما وقتی که تاریخ ببینیم 54 پروژه و ساختار مؤسسات در افغانستان در زمان روسا به افغانستان شکل گرفت، یک میتونه یک دستاورد بسیار کلان تا امروز به افغانستان بوده باشه. و همچنان اعمار 140 پروژه که بنیانگذاری شد تا امروز مردم از او از نقطه نظر اقتصاد و تولیدات استفاده میکنه که شامل شاهراها و فابریکه ها میشه، این هم قابل تشکر و سپاس است. خب در دوره هایی که یک دوره خشونت و هجوم شوروی در افغانستان راه یافت و سبب 1.5 میلیون قربانی و میلیون ها مهاجر که تا امروز مهاجر هستند سبب شد، این را زیاد تماس نمیگیریم، تاریخ گواه هست، همه این را میدانند. و مصیبت های بعدی هم البته من مطمئن هستم که نشاط گرفته و برگرفته عظیمی هجوم شوروی وقت و سیاست ناکام و اشتباه بزرگی که شوروی اول قدرت وقت انجام داد همین است. به هر حال در رابطه از دوستا و رئیس بزرگ زیاد صحبت کردن، همه دوستا تماس گرفتم، از ورقای زیادی داشتم زیاد تماس نمیگیرم. میام سری اصلی مطلب که به بهانه این نشست بزرگ تجلیل از روابط دیپلماتیک 100 سالگی افغانستان و روسیه که در اینجا شکل گرفته و کشور فدراتیو روسیه باز سخاوت کردن میزبانی این برنامه را به دوش گرفتن، ما خواهان تأمین روابط خوب با دوستا و برادرای تحریک طالبای خود هستیم. ما انتظار صلح واقعی از ایشان داریم. اینا خوب همه ای ما را میشناسن که ما کسایی بودیم به نام آزادی کشور منس یک هدف مقدس در برابری و قدرت وقت رزمیدیم، جنگیدیم، قربانی دادیم. هیچ کدامی ما از خانواده خود گرفته تا قوم و قبیله خود و دوستان خود، هم شهری های خود، هم سنگرای خود، حتی با جان خود زخم دیده و زخم نداده و زخمی نداده و شهید و قربانی نداده نیستیم. پس بیاین که ما با عبرت از جنگ خوارج در صدر اسلام که در اونجا هم حکم تکفیری صادر می شد، 100,000 صحابه کرام در جنگ های حجاج ابن یوسف الظالم به شهادت رسید،
بین که میله تفنگ را از سینه مردمانی که مسلمان هستند کلمه میخوانند و ایمان به خدا دارند و رو به قبله اقتدا میکنند، نماز میخوانند و با عمق قلب میگن که لا اله الا الله محمد رسول الله، به این احترام بگذاریم، خونش را مبار نگوییم. البته این حرف بر دو طرف است، چی قوای مسلح افغانستان و چی قوای یا نیروهای جنگجوی تحریک طالبان. افغانستان امروز بسیار زیاد زجر دیده و به حد کافی کمرش خمیده، قامتش شکسته و قربانی زیادی داده، از نظر اقتصاد از هم پاشیده. هیچ خانه در افغانستان وجود نداره مگر اینکه یک تابوتی از فرزندانش در او خانه دخل باب شده روان نشود. هیچ خانه شهری وجود نداره که به اکثریتش پرچه های از انفجار و انتحار، پرچه های گوشت فرزندانشان، دخترایشان، اطفال مکتبشان، حتی به مسجد، به خانه ها انتقال نشود. ما گناه ماهی نیست که امریکا در افغانستان حضور داره. اگر ما با هم بودیم هیچ خارجی دیگه نمیتونه در افغانستان حضور داشته باشه. اگر ما متفق باشیم، اگر ما در چتر سایه اسلام با هم بله بگوییم، دم دیگر در آغوش بگیریم، یک صف مرصوص ایجاد بکنیم، هیچ خارجی دیگه نمیتونه در افغانستان حضور داشته باشه، یا بهانه حضور داشته باشه، یا توان حضور داشته باشه. طبیعی است در دوره‌ای که طالبان مجاهدین علیه جنگ میکردن و یا میکشتن، ما یکی از اون کسایی بودیم که آمدن امریکایی‌ها را خاموش کردیم خدا. وگرنه ما هیچ وقت از خارجی ستیزی از دیگر را کمی نداشتیم و در این مبارزه، مبارزه 40 ساله خود تثبیت کردیم. ولی وطندار خود دوست داریم، افغان دوست داریم، مسلمان دوست داریم، کشور خود دوست داریم، مادر وطن دوست داریم. بیاین که واقعا هم یک جمله‌ای که در گذشته جناب استاد بزرگوار مخصوص گفته بود، یکمک اگر خب بشینیم، یکمک اگر از امو غروری که ما را کاذب به غرور داده عقب بشینیم، هم دیگر در آغوش بگیریم، زمینه صلح را به کشور عزیز ما مسجد بسازیم. باور به خدا کنین دوستا و عزیزان تحریک طالبان و اعضای رهبری محترم و عزیزان که اینجا نشستین، که اکثریتتان را می‌شناسیم و با بعضیتان هم دوستی داریم، یقین شما بکنین که اگر ما و شما دل ما با کشور نسوزه، ما کشور از خون و آتش نجات نتویم ندهیم، هیچ کسی مهربانتر از ما شما پیدا نمیشه. درست است. مهربانتر از مادر هیچ دایی پیدا نمیشه. مهربان داغتر از آش هیچ کسی پیدا نمیشه. هیچ کسی داغتر از آش شده نمیتونه. بیاین که با همدیگر گذشته را کنار بگذاریم، ولی تجربه بگیریم، با تجربت گذشته همدیگر را در آغوش بکشیم. اگر ما در فکری باشیم که امریکا خب میبره برایه و باز ما جنگ های چریکی میکنیم، گریلایی میکنیم، تکتیک های مختلف کار میکنیم، چون تجربه جنگ داریم، یا از کشوری باز کمک میگیریم، باز افغانستان به حوزه های مختلف جنگ منیش ملک و طایفی تقسیم شود، این بخیر ما نیست. اگر دوستای ما فکر بکنن که ما امریکا را شکست داده فاتحانه موارد افغانستان میشیم، فکر میکنن که یک جانبه یام درست نیست و یه عملی هم نیست. مگر واضح تر میگم، چون از عمق دل خود میگم، نمیخوام که دلم یک چیز باشه و عرفیم دیگه، میخوام که واضح راک راست سره خدمتتان بگیم. استاد آتای محترم معذرت میخوام، من فقط میخوام یادآوری بکنم که بعد از تتمام این جلسه شما دو روز امکان برای صحبت های صحبت میگم خوب صحبت میگم این جمع قبیه مجلس هم بگیم. آخرین یا خدمت ما پیشنهاد ما، توقع داریم که از این اجلاس ما یک آتش بس بیرون بدیم به احترام عید ماه مبارک رمضان، رمضان مبارک، و این فکر میکنم که یک جسارت هر دو طرف نشان میده و سخاوت هر دو طرف نشان میده و وطن دوستی و برادر دوستی هر دو طرف نشان میده. ما پیشنهاد میکنیم که
اما قسمی که دور امی میز فیصله کرده بدیم که نشست دوها صورت بگیره و هرچی زودتر صورت بگیره، مولوی صاحب السلام حنفی، شیخ الحدیث جناب دلاور صاحب شاهد هستند، خوری صاحب دین محمد شاهد هستند و دوستایی که در مجلسه با ما یک جای شریک بودن، فکر میکنم سهیل صاحب هم شریک اشتراک داشتن. ما شما اونجا اعلامیه جور کردیم، در اینجا خوانده شد که نشست بعدی به دوها شوه و هرچی زودتر شوه. امیر تاکید میکنه میشه که در ماه گذشته، اواخر ماه گذشته، اواسط ماه گذشته، بخشید ماه آینده که فکر میکنم جون از این نشست صورت بگیره. نشست پیشنهاد سومی ما نشست بین الافغانی طور مستقل. بین برادران با هم مستقلانه بنشینیم. خوب از دیگران میانجیگیری میکنن، خوب از دیگران نظریات میتن، خوب از دیگران نظارت بکنن، خوب از دیگران زمین سازی بکنن. ولی بین که زیر یه چتر یک خانه نامش بانیم افغانستان، هم افغان ها برادران با هم بینشینن و هر آنچه که دارن بین خود بس بکنن، به نتیجه خوب جناب رئیس جمهور برسیم. و پیشنهاد آخری مثل دوره قبل نشست ما شما دستاورد داشته باشه، او تشریفاتی نباشه، بین که یک اعلامیه قوی تر از گذشته بتیم، یک اعلامیه مشترک قوی تر از گذشته که بسیار یک اعلامیه خوب بود، انعکاساتش در میان توده های شما هم بسیار خوب بود، انعکاساتش در میان مردم داخل افغانستان هم بسیار خوب، همه کس داخل و خارج از استقبال کردن با امید که با یک توافق خوب، اعلامیه خوب، حداقل مقدماتی قدم های اول برایش دسترسی پیدا بکنیم. تشکر از حضور همه.